لک و 20,000 نگاهات برقدارم. سلام دوستان عزیز و دوست داشتنی، سلام علیکم بکت، خوش اومدید. اومدیم به سراغ یک ویدیو و یک دستاورد دیگر در افغانستان. این دستاوردی که جذابه، افغانستانی که افغانستان شاید... به اسم دستاورد بود آقا بهش افغانستان. آره دستاورد ساز همش داریم میریم سمت بندهای برق، برق و آب و اینا کلا جمع میشه و بچه ها بزرگترین بند آبی و برقی افغانستان زده شد و این موضوع پنجاب هم اذیت میکنه، پاکستان خیلی فشار خواهد خورد و چون قطع میشه. آره دیگه، بریم که با هم ببینیم چه جوری هست و از چنل 34 افغانستان بریم با هم دیگه ببینیم این ماجرا و این پروژه چه شکلی. در زمین من همون آهنگه بچه باورتون میشه تو خونه را میرم اینو میخونم، به خود باورتون نمیشه. نشتم خانه به خانه گشتم. آج آب چه زلال و شفاف باشه، آب انتقال میدادن و آب انتقال میدن؟ نه افغانستان بود حرام چه موتور انجام دادن اینا رو. آره دیگه درست شده دیگه. گلوگا اونم که نیروگا برقه. اون چیه؟ جنراتور. جنراتور ببین بچه ها، ولی اصلی رو دارن درست جلو میرن. شما یک کشور میاد دست نمید بگیری الان مثلا بری برج بسازی، برج 100 تا برج میلاد بسازی. زیر ساخت، زیر ساخت خیلی مهمه بچه‌ها. شما آب و برق گاز اینا رو مردم براشون فراهم کنی، کنی اونا رو ببین مردم صداش در نیاد، مردم دیگه صداشون در نیاد سیر باشن به مملکت حمایت میکنن. بعدی زمان اینا بگم سیر نه باشن. سیر اونجوری که گفت دیگه بیا مثلا دور از اون برن برعکسش انجام بدن. ببین آخه یه سم هست، ببین یک ملت سیر باشن، خب کامل کامل سیر باشن بچه ها، احیانی بی نیاز از هر چیزی، امکان نداره همچین جامعه. چون این اتفاق بیفته چی میشه؟ دیگه میزنه بیرون دیگه، یک درجه لول بیاد پایین سریع اعتراض میکنن. اینم هست دیگه. خب الان دبی باید بگیم اون موقع لولش میاد. خب نیومده پایین دیگه، ایران همیشه لولش بالا بود، اومد پایین مردم ایران یهو عصبانی شدن. الانم گند خورده بخاطر همین دیگه دلار زمان احمدی نژاد نه کو ایران چه شکلی بود. آره. بعد یهو عوض شد خیلی از دلار از 1000 تومان رفت رو 3000 تومان دیگه، ما اونجا بدبختیمون شروع شد. بدبختی که نیست، شما موقع که مردم ایران میرفتن مشما میوه میخردن میوردن خونشون، الان تازه دارن نرمال میخرن میارن خونشون. نه الان هم به اسراف‌گرایی عادت کرده بودن. تعداد قشری دارن همون جوری روال قبلشون. شمال رفتن تو ایران شکسته شد. میشه بگی چه جوری هست؟ 130 میلیون لیتر تو امسال مصرف شده. خب دیگه این مردم پول دارن پس بچه ها. بکنم اینجا افغانستان نیست، حالا یه جا دیگه است. من اسم میکنم برای اینکه مثلا اینو دارن پروژه تازه استارت خورده دیگه، اینقدر ساری نمیرن تا تجیه. حاجی ولی این سیسه ایشون میخورد که افغان باشه. آره حاجی درست خیلی شده، خیلی سری جلو رفتن اگه جوری باشه. اینجا که افغانستانه حاجی، اینجا افغانستان. خب درست کردن دیگه، شاید زدن بنده رو. بس همینه پاکستان داره میسوزه فکر کنم. هی میگه که مثلا اون یه ویدیوهایی میاد بچه‌ها میگه که آبو قطع نکنین، آبو قطع نکنین، قطع بشه سمت اونور به چخ میره. بعد افغانستان آب زیاد داره، خیلی آب زیاد داره. ببین طلا داره، سکه داره. همه چیز میام سکه. سکه چیه؟ نه چیز این اورانیوم، اورانیوم و از این داستان ماسانا دیگه، لیتیوم و اینا خیلی داره، معادن. بعد در کنار این آجی با اینکه دریا نداره، اقیانوس وسط نیست، ولی آب زیاد داره. آب زیاد داره. میل میکردم میرفتم اونجا شنا میکردم الان. ولی ترساک میشه اونجا. یه ها توربینا کار کنه میکشه میبردت با این چخصا اون بر چخ کردت میکنه میده بیرون. توی سد کرج بچه یه پسره افتاده بوده تو سد. آره خیلی سال یه سالها بوده با نشده بوده، یه ها توربینا رو کار انداخته بودن کشیده بود پایین، اصلا پیدا نکردن جنازش رو کلا. هر دیگه شخ کرده میکنه. آره دیگه پودر میشه بوده. میرید از تو آبا میره بیرون دیگه. اینگاه اصلا اینگاه دارن مثلا آب این رودخونه ها رو میکشن بیارن اینجا. آب این مثلا ای میده جرد خوشگله بکنم بغل خونت این رد بشه. آجی چی میشه؟ بر... این فکرم اینجا... پروژه انیمیشن میشه. آره او. اینجا که صد بنده آبی درست کردم میشه بندیه بچه ها اسمشو بگید. این بنده فرم کنه با اون فکر کنم.
این بندر نگاه گلوگاه درست کردن. یه صد دیگه گلوگاه چه صد دیگه؟ نه 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 همه صد رو دیدی این مرمورش پره، ولی این دیدی شود بود؟ نگاه توربین ها، اون توربینشه، اینم یه توربینشه. خب اینا؟ اینا میچرخه؟ اینا میچرخه برق تولید میکنه چون دورش چیزه دیگه. چه باید آب باشه؟ من این هنوز فلسفهشو نفهمیدم. آب یه پروانه پروانه است. این الان یه سیخ مثلا دیگه اون آهنشه. خب دورش پروانه پروانه گذاشتن. خب بالاش آرمچره دیگه. این داخله این میچرخه. زغال مغال داره میچرخه. این آب میاد به این پروانه میخوره. خب میره رد میشه. این میچرخه دیگه. این در حین چرخیدن این سرش برق تولید میکنه. برقی که تولید میکنه میره به کجا؟ یه منبع داره، یه جا ذخیره دارن دیگه برای برقا تولید کنن، میره تو اون ذخیره میشه، زمانی که شما کم میارید وا میکنن اون استفاده میکنن، بس میکنن به شبکه. چه پروسه؟ مثل آب دیگه. بشر رو ببین از چیاب چیز آب چجوری ذخیره میکنن، نفت رو ذخیره میکنه، این هم مثل همونه. بکن برقا چجوری یه جا جمع میکنه؟ یه کیلو به من برق بده. یک کیلو که بر وزن وات میدن. آره یک کیلو وات برای من برق بده. یک کیلو وات بده. او همونی که اومده بود ایران ها. آره مسئولین امارات اسلامی اصلا اینگاه استایل و تیپشون یه چیز مشخص و واحده، یعنی همشون یه چیزو میپوشن لباس استایلی. آره. مثلا مشخص شده لباسشون پوشششون از قبل که اینجوری باید، مثلا لباس، مثلا لباس دیپلماتیک ایران مشخصه دیگه، یک لباسی که یقه بسته است کاملا، این لباس دیپلماتیک ایرانه. اینا سفیده لباسشون، لباس سفیده. آره یک حالت عمامه اینجوری. آره. خط خطی طور داره اون. آفرین. بعد یه دونه تقریبا جلیقه مانند از روش مشکی اون. آره آره اونم هم رنگ این عمامه. آره آره دست. آره تو آرام بتون سازی میکنن که بچه. الان مثلا ولایتی هست که برق نداشته باشه کامل بکنم؟ نه دیگه نرد باشه ولایت. حالا شاید ولسواری باشه اینجوری، ولی ولایت دیگه باید ولایت میشه کل مجموعه چند تا ولسواری، ولی منظورم که شهرهای خیلی کوچیک و ولسواری هاشون دیگه. آره دیگه اونا تو ایران هم خیلی کم موندن ندارن دیگه. ایران نزدیک الان 90% گاز و اینا هست دیگه. خب بیا الان امروز در ترکیه در ملک تی آر تی بچه مال شبکه ترکیه است. ترکیه آن فکر کنم حتما با چیزهای ترکیه اینا هست دیگه اینجا. آره دولت ترکیه یعنی مثلا با اونا نظارگر یا مثلا قرارداد مرادادی. آره. چیزی بستن دیگه پا همکاری بنینن در دیمور همکاری دیگه در کم جاتواری در برک چرا غلی ننه دادی افتتاح کو دا یوازنه یو داسی من متوجه نمیشم غط پروژه دا یا غط پروژه کاری دا افغانستان دا ملت تا پاره پروژه مردم افغانستان این مشخصه دیگه. خب این پروژه به خاطر مثلا بر تامین برق مردم افغانستان. آره دیگه همچین اینجوری بگی میتونی قشنگ خود جمله بندی رو انجام بدی. یه ترجمه به ان شاء الله افغانستان که داش اقتصادی تحولات راسی شده به خپل هم تاریانی افغانستان ظرفیت تولید 3,20,000 نگاوات برق دارد. لک گفتی هر لک چقدره؟ نه لک آخه پول این پولی حساب کرد. نه لک اون یه 10 میلیون. بچه لک رو بگید چرا بعد 10 میلیون هم تو پول استفاده میکنن هم توی مثلا میخوان حجم چیزی. خب الان مثلا الان لک عدده یا یک مقدار واحد پولیه. خب مثلا تو اینو بگو، مثلا تو میگی این چند رقم است. خب این چند رقم است، یعنی مثلا این چه جوریه؟ خب ولی شما هی داری میای اونو در این مثلا این چند قیمت هست یا این چند رقم هست زمانی که شما وسیله ایم میخریم اونجا استفاده میکنم. اینا مثل ایران مثلا مثل ترکی مثلا بچه انگور میگی انگوره دیگه. به ایزوم میگن انگور، به ایزوم میگن به صورت، به ایزوم میگن میگن شنا. مثلا یه ایزوم 4-5 تا معنی داره. آره بستگی داره بعدش چی میاد. بیشترین تولید از انرژی باد است. از انرژی باد ظرفیت 2,22,000 ظرفیت تولیدی برق دارد. 2,22,000 میگاوات برق. از انرژی آفتاب ظرفیت 67,000 میگاوات برق دارد. 67 کلن چیزایی که کلن کمه. این صفحه های خورشیدی که بخوام برق اینا تولید کنم ازش کلن کم است. تو ایران هم خیلی دیگه از
چیز مود افتاد تو ایران، اصلا زیاد استفاده نمیشه بچه ها. الان استفاده بشه خیلی الان فقط برای چیزا استفاده میکنن، جایی که مثلا مغازه هایی که خیلی درندشته و میخوان خیلی کار استفاده بکنن، مثلا رستوران ها. خب تو ایران هم الان نه، تو رستوران ها، برای رستوران ها، جایی که هتل ها، تو هتل ها نه، همون داخل شهر هم هتل ها، اونجایی که برق مصرف زیاد داره، یه منبع میان درست میکنن براش، از اینا 4 5 تا بالا میذارن، میگن که شما چون خیلی هتل خیلی استفاده میکنه، ببین چقدر برق داره، میگه از اینم باید استفاده کنی. تا مثلا یه اون بچه جز بهترین هتل های مشهد رفتم، هیچ کدوم بالاشون نداشت، بالا پشت اون رفتی؟ خیلی دیگه بالا بوده، شاید نرفتم. آره از انرژی آب ظرفیت 23000 تولید مگاوات برقرار او بس همه کمتر بود دیگه، 23000 لگ، اونا 67 بود. خب آب چه اون یکی اون صد خورده بود، باده باد از همه بیشتر بود. باد دیگه، باد خداست دیگه، باد خداست. دمتون گرم، هرچه که تماشا کردید لایک و سابسکرایب کنید، نظر خودتون رو بگید و چند تا گزینه افغانستان داره که برق طول الان تو ایران هم هست، تو جاده زنجان قزوین اونجا چی بود سلطانش دیگه، تو رودبار دیگه بچه‌ها. نه منظور اونجا هم بچه‌ها، از این منجیل ببخشید، منجیل از این آره منجیل، چون باده دیگه، از این گردونا گذاشتن چقدم گنده مونده. من رفتم بغلش، نه اینکه بغل اون رفتم نزدیک اونجا ببینم، برام سوال شد گفتم بذار ببینم یه بار. خیلی خیلی هم تو رفتم با هلیکوپتر بچه‌ها، یه بار داشتم میدیدم با هلیکوپتر داشتم پروانه‌هاشو عوض می‌کردم، خیلی بزرگه این ها، یه برج واسه خودش. بعد بچه‌ها شهر رو باد می‌بره موقعی که می‌ذارن. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی بچه‌ها. بدرود.